خوش اومدید به هارد تاک من استیون ساکر هستم دولت چین برای مهار مردم کشورش به هر کاری دست میزنه شاید بارسترین نمونه منطقه سینجیان باشه جایی که مسلمانان اویغور با سرکوب روشمند روبرو بودند اما اصل کنترل سلط جویانه بسیار نهادینه شده تر از این مهمان من امروز وایر کایشی یک ناراضی سیاسی تبعیدیه او از نسل معترضان میدان تیانانمن در سال 1989 او خودش اویغوره آیا پکن تونسته به شکل موثری روحیه اعتراض های تیانانمن رو سرکوب کنه ورکایشی در تایوان به هارتاک خوش اومدید. ممنونم که باز هم منو به برنامه دعوت کردید. باعث خوشحالی که شما رو در برنامه داشته باشیم فکر می کنم باید صحبت رو با رویدادهای های سینجان شروع کنیم خصوصا رخداد های مربوط به جوامع مسلمان اویغور در سینجان جامعه جهانی به شکل فضاینده رفتار دولت چین رو محکوم دونسته شما که اوزار رو خیلی دقیق زیر نظر دارید آیا هیچ نشانه حاکی از تعدیل سیاست چین می جست here and there, but not in the و گریخت نشانه های کوچکی دیده میشه اما تصویر کلی همونه که بود برای مثال کشور مسلمون ترکیه که ما با اون ریشه های مشترک فرهنگی و قومی زیادی داریم. رئیس جمهور ترکیه رفتار چین رو به شدت نکوهش کرده شاید او یکی از معدود رهبران کشورهای اسلامی باشه که این کار رو انجام داده به این دلیل که شمار فراوانی از اویغورها در ترکیه زندگی میکنند و این در سیاست داخلی برای اونا تنش آفرینه در نتیجه دولت چین تصمیم گرفت که با آزاد کردن عده ای از کسانی که در اردوگاه بودند و خیشاوندانی در ترکیه داشتند ترکیه رو آروم کنه شاید روی هم رفته حدود چند هزار نفر به این شکل آزاد شدن. اگر این رقم رو مقایسه کنید با بیش از یک میلیون نیم اویغور که در اردوگاه هستند اون وقت باید دید که آیا میشه این تغییر ناچیز رو مستاق عبارت تغییر سیاست به اون معنا که شما منظورتونه دونست یا خیر میخوام به مشارکت خود شما در این مسئله بپردازم میدونم که حالا رئیس افتخاری یکی از گروه های پیکارگر اویغور هستید که فعالیت های بینرالی بسیار زیادی انجام میده اما در این حال بسیاری از مردم دنیا شما را به دلیل فعالیت های آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانتون در سال 1989 در چین میشناسند. همون فعالیت هایی که بعد از به خاک و خون کشیده شدن اعتراضات تیانانمن باعث شد جلای وطن کنید. Weaker than Chinese. well, خب من آیغور مادرزاد هستم پدر و مادرم هر دو آیغور هستم از خردسالی در خونه که به دنیا اومدم و در اون بزرگ شدم در پکن به زبان آیغور حرف زدم میدونید وقتی شما در یک جامعه بزرگ که قدرتمندانه در انصار یک گروه با قومیت دیگه است عضوی از یک گروه اقلیت باشید مسلما نسبت به هویت مادرزادی و تبار خونی خود احساس قویتری دارید به همین من با این که در چین بزرگ شدم می دیدم که تبعیض علیه آیغورها در همه جا وجود داره و کاملا محسوس و ملموسه بنابراین بله من به آیغورها تعلق خاطر زیادی دارم حتی اون وقتی که رهبر جنبش دموکراسی خواهی چین بودم این حس رو داشتم میدونید میان برقرار کردن دموکراسی در چین و نبرد برای حقوق انسانی و هویتی آیغورها تناقض و تعارضی نیست حتی اون وقت هم نبود اون پنجاه روز جنبش دانشجوی سال 1989 شاید تنها پنجاه روزی بود که من مطلقاً هیچ تبعیضی رو احساس نکردم هیچ تبعیضی از جانب هم کلاسی هم نبود این تجربه ما رو به کشف این نکته جالب میرسونه که وقتی برای آزادی مبارزه میکنید آزادی خواهی شما برابری رو به ارمغان میاره وقتی تمرکز شما بر مفهوم آزادی باشه فراموش میکنید که با دیگران بر پایه هویت قومیشون تبعیض آمیز رفتار کنید people based on their their ethnics you, uh, yeah, hang today, اجازه بدید باید در اینجا حرف شما رو قطع کنم تا این نکته رو یادآوری کنم که چین با کنشگرانی که برای آزادی می جنگن برخورد نمیکنه، بلکه صرفا با چیزی برخورد میکنه که اون رو سه نیروی شیطانی جدایی طلبی تروریست و افرادگرایی می دونه. چین میگه این سیاست رو در سراسر کشور به کار می گیره و این فقط بر حسب تصادفه که خطر افرادگرایی و جدایی طلبی در حال حاضر در سینجان از هر جای دیگه بیشتره شاید بسیار که از چینی های بیرون از سینجان همین استدلال رو قبول داشته باشند. خب اگه شما همواره تلاش کنید هویت اویغورها رو از اونا بگیرید و بر اون اساس از اونا بهره کنید خب بله البته که میخوان مستقل بشن اونا استقلال رو به عنوان راهی برای حفظ هویت و فرهنگ خودشون تلقی میکنن بنابراین اگر جدایی طلبی هست و من البته میپذیرم که در هفته سال اخیر احساسات جدایی طلبانه در سینجان وجود داشته و داره به دلیل سرکوب های حزب کمونیست چینه اگر حزب کمونیست چین همیشه با ما یکسان و بدون تبعیض رفتار کرده بود شاید ما به هیچ از شاهد چنین احساساتی نبودیم ما زمانی بخشی از امپراتوری مغول بودیم و هیچ مشکلی نداشتیم بعد بخشی از امپراتوری منشوها بودیم و کاملا هم خوشنود بودیم فقط زمانی که چینی ها آمدند تا بر ایغورها حکومت کنند مشخص شد که قصدشون صرفا حکومت کردن نبود بلکه میخواستن به دلیل ایغور بودن ما از ما بهرکشی کنند و این غیر قابل قبوله همین هم زمینه رو برای جدای طلبی وجود آورد. شما تا چه اندازه از واکنش جهانی راضی هستید؟ بی بی سی بر اساس مستندات لو رفته و ویدیوهایی که مخفیانه گرفته شدند از حقایق پشت پرده رویدادها در سینجان گزارش های فراوانی تهیه و پخش کرده همین تازگیها ها ما مرد جوون زندانی رو دیدیم که شهادت میداد در میان گروهی بوده که مجبورشون کرده بودن پوشش به اصطلاح چهار تکه داشته باشند شامل کیسه روی سر دستبند و پابند دیگران هم از مدارس داوطلبانه خبر دادند که در حقیقت در بازداشتگاه هستند ما از طریق فیلم های ویدئویی مخفیانه پی به وجود اردوگاه های اقامت اجباری بردیم به نظر نمی که جامعه جهانی در واکنش به اینها واقعا کاری کرده باشه شما همین طور فکر میکنید؟ بله همینطوره من از تلاش های بی بی سی و در واقع از احساسات بریتانیایی ها در قبال این موضوع شما میارهای اخلاقی محکمی دارید و بر اون اساس احساس می کنید که باید کاری کرد در این حال رسانه های مانند بی, بی سی به این میار اخلاقی پایبند هستند که باید شواهد بیشتری برای گزارشگری داشت اما فراموش نکنیم که در جنگ جهانی دوم جهان فقط چند هفته پیش از آزادسازی برلین به وجود هولوکاست پی برد یعنی پیش از آنکه دنیا با خبر شود هولوکاست چند سال وجود داشت <تصحیح> <تصحیح> بله اما اجازه بدید فکر نمی‌کنید که این مقایسه خطرناکی باشه چون محض اینکه شما چنین مقایسه کنید و بحث اردوگاه های مرگ رو پیش بکشید که 6 میلیون انسان در اونها نابود شدند قدم وادی خطرناکی گذاشتید ممکن متهم بشید که بسیار بسیار زیاده روی و گذافه گویی کردید And then this is also another... این هم یکی دیگه از ویژگی های خوب شما مردم بریتانیا و از جمله خود شما آقای استیون ساکره این که از اقراق پرهیز می اما همین عقیده که میگید ما نمیخواهیم اقراق کنیم دست شما رو تا اندازه در گزارش دادن از حقیقت میبنده، اینطور نیست چون شواهد کافی ندارید. اما شما چطور از مردمی که سرکوب شدن انتظار دارید که براتون شواهد تهیه کنند. بنابراین این میارهای اخلاقی شما به نوعی ضد و نقیض هستن. اما من در نهایت خوشحالم که اصل پایبندی بی بی سی به گزارش حقیقت بر این تردیدها غلبه کرده و البته ما همچنین باید از بسیاری از کارمندان سازمان های مردم نهاد و افرادی تشکر کنیم که جان خود را به خطر میندازند تا این مستندات و شواهد کوچک رو که امروز دنیا میبینه تهیه کنند اما واقعیت بسیار کوبنده تر از این شواهدی است که دنیا میبینه و چنین مقایسه‌ای بسیار متناسبه، همون اتفاق افتاده، خب، حالا شاید از نظر تعداد اونطور نباشه، اما ببینید، حالا قرن ۲۱ در قرن 21 شما یه میلیون انسان رو در اردوگاه اجباری جمع اید. آیا این چیزی نیست که دنیا باید با کشفش دچار همون خشمی بشه که وقتی به وجود هولوکاست پی برد دچاره شد؟ In June. در ماه جوان امسال از دونالد ترامپ مشخصا پرسیده شد که چرا بر پایه شواهدی که از سینجان در مورد رفتار با اویغورها بیرون اومده او تحریم های وزارت خزانداری آمریکا علیه مقامات حزب کمونیست چین رو تصویب نکرد و او پاسخ داد خب ما در گرماگرم و گرم امضای معامله تجاری هستیم نظر شما در این باره چیه؟ well, the last 30 years. The world is in this trade deal. خب الان سی ساله که دنیا در حال معامله تجاری با چینه آمریکا در یه جنگ تجاری قرار داره اما بریتانیا و همه اروپا و هر کشور دموکراتیک دیگه هر کشور آزاد دیگه اصلا همه دنیا در سی سال اخیر دست کم در سی سال اخیر خواستن که با چین فقط به گفتگوی تجاری بپردازن اگه درست به خاطرم بیاد پنج سال پیش آخرین بار که من در برنامه شما بودم گفتم که این کار مماشاته دونالد ترامپ یه تاجره که حالا شده یه رهبر جهانی اما دست کم از دید او این معامله تجاری به نفع آمریکا هم نیست بنابراین شاید حالا وقتشه که همه دنیا اینو بفهمه که باید از این معامله کنار بکشه و با چین راجب بدیعی ترین حقوق انسانی به گفتگو بشینه آیا این درسته که فضا برای اعتراض و نارضایتی سیاسی در چین همواره تنگتر و بسته تر شده و این پرید در دایره بس فراتر از موضوع سینجان و جامعه اویغورها هم وجود داره الان چین دستگاهی برای نظارت رسد و کنترل مردم خودش داره دستگاهی که بسیار فراتر از محدوده سینجان عمل میکنه و همین باعث میشه گمان کنیم که محال اون به اصطلاح روحیه تیانانمن شما هم در اون سهیم بودید هرگز بتونه دوباره احیا بشه آیا با این نظر موافقید؟ روحیه تیانانمن هنوز هم هست فقط داره سرکوب میشه حتی با وجود سطح و قدرت سرکوبی که شما الان توصیف کردید هنوز هم افرادی رو داریم که میکوشند بایستند و این حکومت رو به چالش بکشن ما امیدواریم که در این چالش دنیا طرف حق رو بگیره اما اون معامله تجاری باعث شده که ما یعنی روحیه تیانانمن در چین و بعد در خیابانهای هنگ کنگ تنها بمونه اما شاید من این رو پوسکنده میگم شما بی خبر هستید بگذارید جمله رو به نقل از یکی از کنشگران تیانانمن به اسم جو فنگشو بخونم او اخیرا گفت جنبش‌های های برون مرزی سعی کردند ناراضیان درون چین رو تشویق کنند اما مقامات چین گروه های جامعه مدنی رو مجبور می کنند که از فعالیت دست بکشند. دولت در قطع پیوندهای های ما با بسیاری از ناراضیان چین موفق بوده است. بله. آیا واقعیت پیشروی شما همین نیست؟ اول از همه بگم که من حالا بیش از سی ساله که در تبعید زندگی می بله البته که از چین و از پدر و مادرم دور و بیخبرم. سی و چند ساله که پدر و مادرم رو ندیدم چرا چون دولت چین خواست که ما در این بحث قرار بگیریم اخلاقا نباید ما رو برای این موضوع سرزنش کرد اما جناب اجازه بدید این نکته رو به آگاهیتون برسونم جریان اطلاعات در بیرون از چین بسیار بسیار آزادتر از درون چینه بنابراین اگر ما تا حد زیادی از جریانات بیخبریم، من با اطمینان به شما میگم که یک میلیارد شهروند چین بسیار بیشتر از ما از واقعیت ها بی اطلاع هستند they میخوام جمله رو که از قول یک زن ساکن چین در مجله تایم نقل شده براتون بخونم. از او پرسیدن که آیا مردم چین از وجود عناصر کنترل سلط جویانه در جامعهشون عمیقا ناخشنود نیستند. این زن فروشنده فروشگاه بوده و با اشاره به دوربین های مداربسته داخل و بیرون مغازش گفته مردم چین به حریم خصوصی اهمیت نمیدند. ما بیش از هر چیز امنیت میخوایم. از نظر من این دوربین ها کافی نیست. ما بیش از این خواهیم باز هم میگم اونا اصلا گزینه برای بیشتر یا کمتر داشتن ندارن. نکته اینه شما راجع به هر چیز که از مردم چین سال کنید باید این نکته رو در نظر داشته باشید اونا بدون اون که از خودشون اختیاری داشته باشن در یک موقعیت قرار گیرن پس عقیده اونا من در گزارش یک مؤسسه آمریکایی خوندم که حدود 85 درصد مردم چین یا حتی بیشتر از دستگاه حاکم راضی هستند. این گزارش حاصل پژوهشی بود که یک مؤسسه مستقل در آمریکا انجام داده بود. اونا سخت شگفت زده بودند و از من پرسیدند که برداشت من از نتیجه گزارش چیه. من گفتم که تقریبا مطمئنم که این پژوهش دقیق نیست. چون در اون گزارش این میزان رضایت بیشترین میزان در دنیا خونده شده بود گفتم شما این امکان را نداشتید که در کره شمالی نظرسنجی کنید اگر این کار رو بکنید شاید این کره شمالی باشه که از نظر رضایت مردمش در دنیا اول باشه بنابراین آیا این نظرسنجی تصویر واقعی روشنی به دست میده منظورم اینه که مصاحبه کردن با مردم چین یا کره شمالی درباره حکومت هاشون، اشتباه ساده انگارانه ایه که جهان غرب دنیای آزاد و بی, بی سی نباید مرتکب بشن بذارید در مورد هنگ کنگ سوال کنم چون میدونم به عنوان کنشگر دموکراسی و آزادی اوضاع اونجا رو خیلی دقیق بررسی میکنید هم شما و هم ما دیدیم که قانون جدیدی در مورد امنیت ملی وضع شد و چند نفری از جمله یک چهره سرشناس رسانه ای دستگیر شدند حالا این بین وجود داره که آیا فضایی برای ابراز مخالفت و کنشگری مدافعان دموکراسی به جا مونده یا نه ما اخیرا در برنامه هارد تاک با نیتان لا رهبر جوان جنبش طرفداران دموکراسی که حالا در تبعید به سر میبره صحبت کردیم آیا شما معتقدید که کنشگران مدافع دموکراسی در داخل هنگ کنگ حالا با همون میزان فشار و سرکوب روبرو هستند که در دیگر نقاط چین وجود داره؟ yes. Yes. بله بله همینطوره و فراموش نکنیم که این شهری است که همین بیست و اندی سال پیش به این دنیا به دنیای آزاد تعلق داشت و شما یکی از شهرهاتون رو به بلوک تمامیت خواه به جبهه مقابل باختید شما این شهر رو از دست دادید و بعد مردم اون شهر دارن برای بقای خودشون می جنگن. فکر میکنم دولت انگلیس دولت شما اقداماتی رو در پیش گرفت که تا اندازه ای امیدوار کننده بود اما برای این اقدامات کمی دیر شده ما از همون آغاز نمی بایست به چین اعتماد می کردیم. این یه نکته اساسیه. دنیا از همون مقطع معامله تجاری به این نتیجه رسید. من مطمئنم منشأش همون بود که چین کشوری خوب و بی خطره. ما هی میگیم نیست، نیست. اما ما ناراضیان سیاسی محسوب میشیم. فکر می کنم ما رو به طور خودکار نادیده میگیرن چون میگن ای بابا اینا ناراضی ها هستن ما که نمیتونیم به حرف اینا گوش بدیم. بذارید همون چیزی رو که این مدت به دنیا می گفتیم و این روزها هم پیوسته بیاداوری می کنیم که ما اینا رو گفته بودیم براتون تکرار کنم. چهره حقیقی حزب کمونیست چین، چهره حقیقی رژیم چین، اینه که اونا بسیار حریصند. اونا لزوما فرهیخته و باهوش نیستند، اما بی اندازه حریص و تمکارن و فقط یه شیوه رو برای تعامل میشناسن و فقط یک راه برای رفتار با اونا وجود داره اونم اینه که در برابرشون تسلیم بشید دنیا به دلایلی تصور میکرد که شاید ارتباط با چین بتونه چین رو عوض کنه و حالا میبینیم که سیاست ارتباط با چین که دنیا در سی سال گذشته دنبال کرده جهان رو تغییر داده نه چین رو بنابراین وقتشه که از گذشته درس بگیریم. بله آقای کاشی همونطور که شما دارید از تایوان در مورد اونچه که شرارت های حزب کمونیست چین میدونید صحبت میکنید و جامعه بین المللی رو تشویق میکنید که به عقیده شما تحریم های واقعی و سخت گیرانه رو علیه چین وضع کنه به نظر من میاد خطری که پیش روی شما هست اینه که مردم در کشور زادگاهتون چین شما رو صرفا به چشم فردی خائن به کشور میبینند در داخل چین ناسیونالیسم نیروی قدرتمنده و همه سخنان شما با من در تعارض با احساسات ناسیونالیستی بسیار رایجی که در چین هست در چین فضا کاملا بسته و تحت کنترله و در چنان فضایی مردم گزینه‌های چندانی ندارند که به اون فکر کنند. اما وقتی فضا باز بشه این وضعیت انصداد فکری به سرعت دگرگون میشه وقتی که جریان اطلاعات آزاد بشه من این رو اینجا برای مثال در تایوان دیدم در بسیاری از کشورهایی که از بند حکومت‌های استبدادی رها شدن و به دموکراسی رسیدن این اتفاق افتاده به علاوه این موضوع نباید دغدغه اصلی دنیا باشه چون این دغدغه اصلی من نیست که دولت کشور من چطور اما من مایلم که شما مشخصا به نکته‌ای که در مورد احساسات ناسیونالیستی مطرح کردیم بپردازید من اینجا جمله‌ای رو از لیو شیامینگ سفیر چین در بریتانیا که تازگی مهمان هارتاک بود براتون میخونم او گفت ببینید مردم در چین بهتر و شادتر زندگی میکنند و عمری طولانی تر دارند ما دستاوردهای فراوانی داشته ایم و مردم دنیا حالا باید این رو بفهمند که چین کشوری نیست که شما بتونید به اون بی کنید و بسیاری از شهروندان چین هم همین احساس رو دارند. اینطور نیست؟ ببینید هیتلر هم ممکن بود در سال 1930 چنین جمله‌ای رو بگه. آیا این موضوع نباید به ویژه مردم بریتانیا رو هوشیارتر بکنه؟ گوش به زنگتر بکنه؟ بله، ولی ببینید توسعه اقتصادی در چین به دلیل توسعه فناوری و سرمایه گذاری پدید اومد. تازه این توسعه به واسطه حزب کمونیست نیست. بعدم <تصفح> گیرم حزب کمونیست جامعه آزادتر رو برای مردم چین به ارمغان آورده باشه. اما آزادتر از چی؟ آزادی از حکرانی وحشیانه تر و خشنتر خودشون در طول انقلاب فرهنگی؟ پس آیا باید به حزب کمونیست جایزه بدیم چون حالا کنترل و محدودیت کمتری رو اعمال میکنن و اجازه میدن که پول دنیا سرازیر بشه پیش اونا ببینید من از دنیا نمیخوام که موضع سختری اتخاذ کنه بلکه میخوام راستگوتر باشه همین honest. البته مردم در مورد حرف شما و اینکه دولت چین رو با هیتلر بله هیتلر و فاشیست ها مقایسه کردید خودشون داوری خواهند کرد و نظرات خودشون رو خواهند داشت اما من میخوام بدونم که آیا شما در اینجا با خطری روبرو نیستید شما در تایوان هستید در اونجا شمار زیادی ناراضیان جوانتر و سالخورده تر و منتقد حکومت چین هستند که به ویژه از هنگ کنگ به تایوان عزیمت کردند ما اخیرا دیدیم که چین رزمایش های نظامی گسترده رو در تنگه تایوان برگزار کرد و موضع دولت چین رو هم میدونیم به نقل از پرزیدنت شی جین پینگ که گفته در نهایت وحدت سرزمین اصلی چین و تایوان اجتناب ناپذیره آیا شما فکر نمی کنید که در میان مدت یا بلند مدت احتمال اینکه چین علیه تایوان اقدام کنه وجود داشته باشه چون هرچه بیشتر میریم چین بیشتر شاهد اینه که تایوان به معمنی برای ناراضیان و مخالفان حزب کمونیست تبدیل شده حتما اینطوره این خطر همیشه وجود داره اگه ما چین رو یکی از تهدیدهای بزرگ علیه جهان متمدنی بدونیم که در اون به سر میبریم تایوان در تیررس این تهدید قرار داره بگذارید برای پاسخ به سال شما از احساسات مردم تایوان بهره بگیرم این مردم در این جزیره زندگی میکنن اونا میخوان راحت نفس بکشن و میدونن این هوایی که تنفس میکنن اسمش آزادیه اونا این آزادی رو با سزاواری به دست آوردن و بعد مصمم شدن که ازش دفاع کنن. باز هم میگم تایوان شایستگی این رو داره که به عنوان یکی از بزرگترین و درخشانترین دموکراسی های جهان شناخته بشه. اما دنیا این دنیای ریاکار تایوان رو در محفل حکومت های دموکراتیک نپذیرفت. چرا؟ چون چین نمیخواست. چین گفت که میخواد با تایوان یکی بشه و تایوان همیشه بخشی از چین بوده. تایوان هیچ وقت در اصل بخشی از چین نبوده. تایوان دولت خودش رو داره، جامعه خودش رو داره و همونطور که گفتم دارای جامعه آزاد هم هست. اون وقت ممکنه که شما این شریک خودتون رو به عنوان کشوری آزاد از دست بدید. درست همونطور که هنگ کنگ رو از دست دادید. یعنی دارید از دست میدید. امیدوارم هنوز برای نجاتش خیلی دیر نباشه بگذارید مصاحبه رو با این سال تموم کنیم شما مدت زیادی که کنشگر مدافع دموکراسی و منتقد پکن بودید اگه امروز با خودتون رو راست هستید نگاه کنید به قدرت نسبی اراده و بینش راهبردی آمریکا این به اصطلاح رهبر جهان آزاد و بعد بیایید چین رو در نظر بگیرید با جاه ها و بینش راهبردیش کدوم حالا عملا قویتر به نظر میرسه؟ ببینید شرایط دهه 1930 رو هم میشه با نگاهی بسیار مشابه همین نگاه دید و تفسیر کرد. شما به جای اینکه مرتب بحث رو به مسیر دیگه ببرید فقط به سوال من راجب شرایط امروز جواب بدید. ما که سالها در چین ناراضی بودیم تنها چیزی که از جان خواستیم میدونید سوق دادن چین به سوی دموکراسی وظیفه ماست نه شما. اما شما هم لطفا از ناحق حمایت نکنید. من حالا از طریق برنامه شما این رو به دنیا اعلام می کنم و سپاس گذارم که این بلنگو رو در اختیارم گذاشتید که دولت چین تهدیدی برای همه دنیاست. تهدیدی است علیه اصل تمدنی که در اون زندگی می کنیم و حالا بیایید مقایسه کنیم چین رو با دنیا. اگر دنیا نتونه از نو علیه چین متحد بشه اون وقت شما باید بپرسید که چه عبارتی بود که لورد چمبرلین نخست وزیر اسبق بریتانیا به کار برد. صلح یا مماشات؟ بله همینه. بنابراین وقت اون شده که دنیا موضوع رو از دریچه چشم ما ببینه و من همونطور که بهتون گفتم باز هم میگم لطفا صدای ما رو فقط به دلیل اینکه ناراضیان سیاسی هستیم نشنیده نگیرید چه بسا حرف ما حرف درست و به جایی باشه به این دلیل که ناراضیان سیاسی هستیم ور در اینجا باید گفتگو رو تموم کنیم اما واقعا از شما سپاسگزارم که در هارتاگ با من بودید خواهش میکنم و از شما خیلی ممنونم